خب سلام عرض ادب دوستان گرامی، امیدوارم که حالتون خوب باشه. شدیداً هر جا که هستید و ایام خوبی رو داشته باشید و تو این مدت هم تریدای خوبی زده باشید. جلسه سوم تأخیر افتاد بین کار به خاطر حالا یه سری مسائلی که دوستانی که در گروه جدید هستن تو جریان هستن. بریم توی این مباحث و سریعا آنچه رو که لازمه بگیم و از این به بعد به این شکل هست که دوستان باید یک مقداری سرعت رو بیشتر کنن به خاطر اینکه عقب هستیم از لحاظ اینکه حجم مفاهیم زیاده، به خاطر اینکه قرار هست توی مدت زمان کمی گفته بشه همه چیز و با این روشی که حالا هر کسی یه سازی بخواد بزنه توی چیز توی کورس نمیشود به خاطر اینکه شما تصور کنید که 500 نفر بخوان هر کدوم واسه خودشون یه مشکلاتی داشته باشن. این هست که شما یک مقداری باید اولویت ها رو تغییر بدید توی این مدت و چی و با دقت بیشتری و یه مقداری پشت کار بهتری مسائل رو بیایید دنبال کنید تا انشالله نتیجه خوبی بگیریم همه با هم و بتونیم تریدای خوبی داشته باشیم بعد از این کورس. یک مقداری شاید حالا اوائلش براتون یه مقداری چیز باشه، یه مقداری کنگ باشه، حالا یا اینکه اصلا کلن به خاطر اینکه توی چیز بودید، توی حالا فضای دیگه ای بودید، یکم سخت بخواید حالا اینها رو با اون چیزایی که توی ذهنتون بوده تطبیق بدید، ولی خب همون جوری که حالا تو جلسه اول گفتم و اصلا نیازی هم به تکرار مجدد وجود نداره، این است که شما باید چیکار کنید. شما باید چیز کنید، باید تغییر بدید اون چیزی رو که توی ذهنتون بوده، از اول شروع کنید و یه دیدگاه جدیدی رو سعی کنید شکل بدید. حالا نه اینکه این دیدگاهی که حالا ما داریم در مورد صحبت میکنیم همیشه درست هست و همیشه قرار 100% به همون کار بده و اینجوری، نه، این بستگی به خودتون داره. آنچه رو که ما اینجا میگیم شما باید برید توی مارکت تست کنید. قبلا صدها باری مسئله رو گفتیم که آقا ضمانت، این که ضمانت که یعنی اون شاخص، اون مشخص کننده این که یه کانسپت یا یه مفهومی به شما کار میده یا کار نمیده، این است که شما برید روی چارت تستش کنید. اگر تستش کردید و تا حدود زیادی کارون دنبال مطلق و 100% نباید باشید. اصلا بعضی توی فاز دیگه من هم اینجا فرصت ندارم که بخوام از اول همه چی رو بخوام بگم و نمیدونم 10 ساعت صحبت کنم و پارادایم بسازم واسه بچه ها و اینها، زمان و فرصت این رو نداریم متاسفانه. و این دیگه برمیگرده به خودتون، این که یه چیزی رو ما بگیم و قسمت اعظم کار رو باید خودت انجام بدی. شاید ببینید شما اگر تمام تکنیکال رو بخوای کاملا بگیری، شاید 10% 20% از داستان سیستم معاملاتیت رو بخواد پوشش بده، بقیهش برمیگرده به تمرین و تکرار و شخصی سازی و دیباگ سیستم واسه خودت. خب و عرض کردم این نیست که شما توی کورسی شرکت کنی و دیگه تموم شد، دیگه هر کسی اینجا شرکت کرد و نمیدونم این ویدیو رو دید دیگه تموم، دیگه میره کف مارکت و زیرو پیپ میخواد ترید کنه. نه، اینجوری نیست. فراموش کن، اصلا اینا رو از ذهنتون در بیارید. یه دید واقع‌گرایانه و درست داشته باشید. من نمیتونم حالا اینجا بخوام زیاد صحبت کنم در مورد این چیزا، ولی این دیگه برمیگرده به خودتون که چقدر بخواید از
این کانسپت رو استفاده کنید. هر چیزی که لازم باشه رو تو حدود زیادی، ببینید 100% اصلا وجود نداره. ما اصلا یکی از کارهایی که قرار انجام بدیم این است که چیکار کنیم، این است که بیایم اون سیستم باینری رو که توی فکر و ذهنمون بوده از قبل تغییرش بدیم. یعنی اینکه آقا صفر و یک مطلق در مارکت وجود ندارد، به هیچ وجه، به هیچ عنوان صفر و یک مطلق وجود ندارد. یعنی شما نمیتونی بگی که آقا این ستاپ قرار 100% همیشه کار بده. اصلا همچین چیزی وجود ندارد. فراموشش کنید، از ذهنتون بذاریدش بیرون. این برای همین هم از که اصلا مدیریت ریسک و مدیریت سرمایه واسه همینه. چرا اینجوریه؟ چرا به این شکله؟ دلیلشو میگم، دلیلشو توی همین ویدیو بهتون میگم که آقا چرا اصلا ما در میان میگیم آقا اگر این ستاپ، این ستاپ در بیشتر مواقع کار میده. چرا در میان میگیم که اینجا اگر این اتفاقات افتاد سعی کن وارد ترید بشی، این ستاپ شکل گرفت سعی کن وارد ترید بشی. این دلیل داره همه اینها، و دلیل شده توی همین ویدیو تو میگم و دارم یادم نره حالا تا آخرش. خب همون 5 دقیقه اول رو صحبت کردیم در مورد مسائل خارجی، حالا بریم سراغ چی؟ یه مرور کوچیک بکنیم روی چیزایی که گفته بودیم و فیدبک خوبو گرفتم. اون چیز 10-15 نفر میگم 10-15 نفر مطلب بگیرن کافیه واسه من، از 1000 نفر 10-15 نفرش بگیرن کافیه. خب ما این چیکار کردیم؟ اومدیم که گفتیم آقا مارکت از چی تشکیل شده، از چارت از چی تشکیل شده. کوچکترین جزء چارت رو تعریف کردیم، گفتیم آقا از کندل تشکیل شده، همچنین بزرگترین جزء چارت همون کندل هست و با کندل شروع میشه و با کندل تموم میشه. انواع مختلفی از کندل ها بود که حالا اون فوکوس ما، اون تمرکز ما روی کندلستیک چارت ها هست و قرار هست که با این چارت ها کار کنیم و اون معمول هم همین هست که با اینها کار میکنه. خب گفتیم که چی؟ گفتیم که آقا یک کندل از شاید بخش های تشکیل شده، یک اوپن دارد، یک های دارد، یک لو دارد و یک کلوز دارد. کندل ها را صعودی و نزولی تعریف کردیم و گفتیم چی؟ و گفتیم که آقا چنانچه یک کندل صعودی باشد، اوپنش چی؟ در پایین کندل قرار میگیره و بعد چی؟ و بعد معمولاً از نظر ما به خاطر منیپولیشنی که تو مارکت هست، معمولاً یک لو و بعد بادی که های هست و بعد چی؟ بعد کلوز. اگر هم نزولی باشد که برعکسش هست و اینکه همه چیز دقیقاً عکس می شود. خب اوپن یک کندل رو بر اساس کلوز کندل قبل تعریف کردیم، گفتیم آقا کلوز یک کندل میشه اوپن کندل قبل. حالا اینجا می خوایم نقضش کنیم، اینجا میخوایم چیکار کنیم؟ نقضش کنیم. یعنی چی نقضش کنیم؟ یعنی که درسته که اوپن یک کندل میشه کلوز کندل قبلش، خب از نظر زمان بله، از نظر زمان، ولی آنچه که روی چارت برای شما ثبت میشه متفاوته. چرا متفاوته؟ به خاطر وجود نویز. نویز چیه تعریف میکنیم؟ یه سری اصطلاحات رو توی همین ویدیو تعریف میکنیم. خب بعد اومدیم گفتیم چی؟ اومدیم گفتیم که آقا علاوه بر این شکلی که حالا به شکل کندل ها مثلا روی چارت پیاده سازی میکنیم، یک ساختار اینجوری هم براش در نظر گرفتیم که بعد اینها روی چارت تشکیل چی؟ مارکت استراکچر رو برامون میده. از طرف دیگه اومدیم گفتیم چی؟ اومدیم گفتیم آقا هر آنچه که ابعاد دارد میشه بعد براش دستگاه تعریف کرد. گفتیم یک دستگاه رو واسه این تعریف میکنیم که شامل زمان، قیمت و حجم هست. حجم رو معمولا توی محاسبات روی چارت نمیبینیم یا به صورت معمول نمیبینیم، بعد یه سری چیزای دیگه اضافه بشه که حالا ما قرار نیست اونها رو اضافه کنیم. چرا؟ به خاطر اینکه نیازی هم بهشون نداریم. یه دیدگاهی حالا مایکل دارد که میگه حجم ریتیل هست. خب من قبول ندارم اینکه حجم ریتیل هست و قبول ندارم، نظر خودمه و حالا برای خودم هم دلایل دارم و اصلا اینجا بحث تغییر تفاوت دیگه ها مهم نیست. و گفتم که ببینید هر آنجایی که ما در مورد ICT صحبت میکنیم مبنا و شاخص چی هست؟ مایکل هست. پس هر موقع که تفاوتی این وسط دیدید به مایکل برگردید، به اصول برگردید و هر اون چی که مایکل
میگه و گفته رو ملاک قرار بدید اگر مفاهیمی از ICT گفته شد. دقت کنید، من موقع که دارم صحبت میکنم خیلی از بچه ها هنوز تو فاز ICT هستن. نه عزیزم، این ICT هست ولی ICT هم نیست. یعنی یک مفاهیمی از ICT رو ما برداشتیم تو اینها قرار دادیم، ولی این نیست که ICT 100% من بخوام ICT تدریس کنم، ICT رو بگم، نه اینجوری نیست. چرا نیست؟ خب نیست دیگه به هر حال. بازم هم چون من میگم خب بگذاریم، گفتیم که میتونیم یه ابعادی واسه چیز تعریف کنیم، واسه هر چیزی روی چارت تعریف کنیم و هر آنجایی که ما بتونیم ابعاد تعریف کنیم چی؟ میتونیم دستگاه تعریف کنیم. دستگاه رو اومدیم گفتیم سه تا بود براش در نظر گرفتیم که چی؟ که زمان و قیمت و حجم بود. از یک طرف دیگه گفتیم آقا یک سری چیزا روی این چارتی که ما داریم نمیتونن منفی بشن. چرا نمیتونن منفی بشن؟ چون نه اینکه نمیتوانن به هیچ عنوان، ولی معمول تا حدود زیادی. این همین الان بنویسید هیچ صفر و یکی برای ما وجود ندارد. از نظر چی؟ از نظر حالا اون چیزی که بعداً در جلوتر به عنوان منطقه بعضی بهش میگن منطقه فازی، ولی فازی اشتباه بهش میگه منطقه فازی. خب به عنوان منطقه فازی مطرح میکنیم و میگیم چی؟ میگیم آقا هیچ صفر و یک مطلقی وجود ندارد، هیچ درست و غلطی وجود ندارد، مطلقاً درست و غلطی وجود ندارد. یعنی چی؟ یعنی آقا وقتی ما میگیم که یک چیزی صفره تا حدود زیادی صفره، وقتی میگیم یک چیزی یکه تا حدود زیادی یکه، وقتی میگیم یک چیزی سیاهه تا حدود زیادی سیاه است، تا حدود زیادی سیاه است، مطلق نیست، تا حدود زیادی سفید است، تا حدود زیادی درست است، تا حدود زیادی. پس چی؟ پس همیشه یک درصدی رو برای چی؟ برای اشتباه بودن در نظر میگیریم. از یه طرف دیگه یک تفکر باینری رو میخوایم فراموش کنیم. چرا میخوایم فراموش کنیم؟ بخاطر اینکه همین تفکر باینری و تفکر صفر و یک بودن و مطلق بودن هست که باعث شده چی؟ باعث شده چارتا به ما کار ندن. چرا کار ندن؟ خب نمیدادن دیگه تا الان. اگر میدادن که ما اینجا نبودیم. خب این از این داستان. بعد من نگوشم اگر بیم قیمت رو به عنوان چی؟ به عنوان یک متغیر در نظر بگیریم، واسه چی؟ واسه ابعاد تعریف کردیم، گفتیم آقا معمولا از نیم شروع میشه. حالا اینجا میخوام یه چیز دیگر رو بگم، از یک مقداری کمتر از نیم. حالا چرا؟ به خاطر اون معادله ریمن زتا فانکشن هست که حالا بعدا در آینده قراره بعدا توی کورس زتا اون رو بررسی کنیم، ولی اینجا یک اشاراتی حالا بهش میکنیم، یک اشاراتی رو بهش میکنیم و بعد چی؟ و بعد از حضور شما که اونجا توی زتا میخواییم چی کار کنیم؟ میخواییم کلن باز کنیم پیش موراهاشو و بریزیم کجا؟ بریزیمشون پایین. خب پس چی گفتیم؟ گفتیم آقا از نیم شروع میکنیم. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه بیاین اینجوری بهش نگاه کنیم. ببینید در واقعیت و در دنیای واقعی، خب هر چیزی برای اینکه بتونه وجود داشته باشه باید چی؟ باید یک مقدار اولیه داشته باشه، یک حداقلی رو باید داشته باشه. یعنی چی؟ یعنی که آقا مثلا ما میگیم آقا این یه موجوده، مثلا یه انسانه، یه چیزی هست. خب اون اولین بار کوچکترین جزء یک موجود زنده چیه؟ یه سلولشه دیگه. یک سلولشه. خب اون سلول اگه بخوایم کوچکترین در نظر بگیریم، ابتدا برای بودن یک چیز باید اون اولیه باشد. گرفتید؟ اون اولیه باشد، یعنی هیچ چیزی از صفر نمیتونه شروع، از نبود نمیتونه شروع بشه در این سیستم واقعیتی که هست. برای این مسئله میام چیکار میکنم الان بهتون؟ میام یه دیدگاهی بهتون میدم. نمیخوام برم توی مباحث ریاضی و فیزیکش، گفتم نمیخوام گیجتون کنم، نمیخوام برم تو اون داستان. خب
گفتیم قیمت رو به عنوان یک چیز در نظر گرفتیم، به عنوان یک متغیر در نظر گرفتیم که براش بود تعریف میکنیم زمان، حجم و چی؟ قیمت. زمان، حجم و قیمت. ببینید دوباره یه عباد کوچولی واسهش بکشیم به خاطر اینکه واسه تون یادآوری بشه. گفتیم زمان دارد، حجم دارد، درسته؟ حجم دارد که حجم را حجم در حجم دارد که حجم را حجم در زمان، حجم در زمان و حجم در قیمت تعریف کرد. حجم در زمان و حجم در قیمت تعریف کرد. و از طرف دیگه چی؟ از طرف دیگه یک قیمت هم برای چی تعریف کرد. پس چی شد؟ پس اگر یک متغیر حجم رو تعریف کردیم واسهش، این حجم در چی هست؟ حجم در زمان و حجم در قیمت. حالا میخواییم چی کار کنیم؟ میخواییم یه چیز دیگه واسهتون تعریف کنیم. بگیم آقا چی؟ بگیم آقا یه چیزی رو میخواییم در نظر بگیریم به عنوان چی؟ به عنوان کامپلکس. به عنوان کامپلکس. قبل از اینکه مفهوم کامپلکس و اینها رو بخواییم بگیم چی؟ بگیم آقا پس اگر آمدیم برای این قیمت ابعاد تعریف کردیم، گفتیم آقا این ابعاد قیمت ما هست بر اساس زمان و حجم، خب یا ابعاد این متغیر ما هست بر اساس زمان، حجم و قیمت، یک ماتریکسی رو تعریف کردیم که تو این ماتریکس این رو اینها رو به عنوان چی؟ به صورت عدد تعریف کردیم. یعنی هر چیزی میتواند توی ماتریکس ما به عنوان چی باشد؟ به عنوان عدد باشد. کافیه چی؟ کافیه ابعادش رو چیکار کنیم؟ بنویسیم. ابعادش رو توی ماتریکسمون بنویسیم. و چی؟ و بعد اینجا یک سری اتفاقات قرار رو بیفته. خب اینا اینجا تو ذهنتون داشته باشید. سری مرور کردم. بعد مادم چیکار کردم؟ مادم گفتم آقا اینو میتونیم بعدین بزنیم اینجا. درسته؟ میتونیم بعدین بزنیم اینجا. و این هم برداشتیم گذاشتیم چی؟ گذاشتیم اینجا. گفتیم آقا این به این شکل میتواند چی باشد. خب حالا چی؟ حالا برای اینکه یک چیزی روی این یا توی این دستگاه ما بخواد ثبت بشه و از طرف دیگه توی محاسبات ما قرار بگیره، باید یه خصوصیتی داشته باشه. یعنی چی؟ یعنی آقا اگر اینجا بدون تغییر بود قیمت، روی یک خط صاف حرکت کرد بدون تغییر حجم، بدون تغییر قیمت، خب طبیعتاً این توی محاسباتی که بعداً قرار انجام بدیم توی نتیجه تغییر نمیدهد. درسته؟ تغییر نمیده دیگه. شما وقتی بگی آقا 2 به اضافه 2 می شود 4 و دوباره 2 به اضافه 2 می شود 4 و دوباره 2 به اضافه 2 می شود 4 و دوباره 2 به اضافه 2 می شود 4، میخوای فاکتور بگیری ازش دیگه. برای چی تکرارش کنیم؟ لود الکی وارد کنیم به سیستم. برای چی وارد کنیم؟ پس این چیکار می‌کنیم؟ یه فاکتور میگیم، صرف نظر می‌کنیم. درسته؟ پس چی؟ پس یک مواقعی هست که چی؟ یک مواقعی هست که این توی یک فاصله ثابتی از حجم و قیمت داره حرکت میکنه. اینجا رو خیلی دقت کنید. پس چی شد؟ دقت کنید. برخی مواقع هستند که این متغیر ما در فاصله ثابتی از حجم و قیمت قرار داره، ولی از اونجایی که اومدیم گفتیم آقا زمان یک متغیر ثابت و پیوسته است، نمیتواند چیز باشد، نمیتواند از بعد زمان ثابت باشد. حالا اینجا یک اشتباهی رو معمولا همه مرتکب میشن، اشتباهی میکنن. اشتباه چی میکنن؟ یعنی که نگاه کنید،
این رو دقت کنید، این رو یعنی چی کار میکنن همیشه؟ بگن آقا قیمت در ساعت فلان، قیمت در ساعت فلان، قیمت در ساعت فلان. درسته؟ بعدی رو که ما میخواییم تعریف کنیم برای زمان، برای این متغیرمون، اگر میگیم دو، اگر میگیم سه، اگر میگیم چهار، درسته یک فاصله هست از ابتدا. گرفتید؟ یک فاصله هست از یک شروع، یک فاصله هست از یک شروع. اینها با هم متفاوت، ولی فاصله از قیمت و فاصله از حجم میتواند چی باشد؟ میتواند ثابت باشد. میتواند ثابت باشد. از طرف دیگه اینو تو ذهنتون داشته باشد. پس چی شد؟ پس اگر برای این متغیر داریم یک بعد زمان هم تعریف میکنیم، این بعد رو بر اساس یک ابتدا در نظر میگیریم، بر اساس یک ابتدا، بر اساس یک شروع در نظرش میگیریم، که هیچ وقت این دوتا روی همدیگه قرار نمیگیرن. چرا؟ چون شما زمان رو نمیتونی برگردونی، زمان متوقف نمیشود، زمان ثابت با شارپ رشیو، با یک روند ثابتی در حال حرکت. یکم اینجا باید استوب کنید، اگر شاید پیچیده بشود، یه لحظه باید استوب کنید و چی و تمرکز بکنید روی این مسئله که چرا اینجوری میتواند باشه. قیمت میتونه 100 دلار باشه توی چی؟ توی ساعت 10 و 100 تا دونه مثلا نزدیک استی معامله شده باشه. توی ساعت 11 هم میتونه قیمت همون باشه و 100 تا دونه معامله بشه. میتونه باشه دیگه. نمیتونیم که بگیم نه. خب ولی ساعت 11 دیگه گذشت، تموم شد. دیگه ساعت 12 شد. نمیتواند این منطبق بشه روی هم. شما دوتا قسمت از زمان رو نمیتونی روی هم دیگه منطبق کنی. پس چی؟ پس همواره و پیوسته چیه؟ همواره و پیوسته در حال تغییر. گرفتید؟ همواره و پیوسته در حال تغییر. خب الان که تو داری میگی، برای چی داری میگی؟ ما قراره مثلا چیکار کنیم؟ قراره فیزیک کوانتوم مثلا بخونیم؟ نه. قراره یه زمینه فکری واسه خودمون ایجاد کنیم که بعد اگر رفتیم روی چارت ها و گیر کردیم یه جایی، ببینید دیروز توی یک گروهی با چند تا از دوستا داشتیم در مورد صحبت میکنیم، من یه هینتی بهشون دادم، بعد یه صحبت خیلی خوبی یکی از بچه‌ها کرد، گفت الان چی شد؟ اینو که گفتی، الان که شما اینو گفتی، همه چیز در چه قرار گرفت؟ همه چی کنار هم قرار گرفت، همه چی کنار هم قرار گرفت. پس چی؟ همه چیز کنار هم دیگه قرار گرفت، چی شد و درست سر جاش قرار گرفت واسه این. خب ایشون چیکار کرده بود؟ ایشون چیکار کرده بود؟ ایشون رفته بود تکنیکال رو مثلا چیکار کرده بود؟ رفته بود تکنیکال رو بررسی کرده بود، تمام این ویدیوها رو دیده بود یا حالا هر چیزی، ولی چی؟ ولی با هم دیگه نمیخوند یه جایش. خب بعد این مفاهیم اونجایی که شما گیر میکنی و نمیتونی توجیه منطقی برای واسه یه چیزی پیدا کنی، اونجا به کمکت میاد و چی؟ و اون تکه ها رو کنار هم دیگه وسط قرار میده، درست میکنه، تکه ها رو وسط درست میکنه. پس مهمه. خب فعلا این دستگاه مختصات ما باشد اینجا تا چی؟ تا هر سری میخواییم بیایم یه چیزی رو باش توجیه کنیم و بعد بریم با این زیاد نمیخواییم کار کنیم. خب فقط میخواییم چیکار کنیم؟ فقط میخواییم گیرامونو باش درست کنیم. یعنی چه؟ اون جایی که گیر داریم، اون جایی که حواسمون مثلا پرت میشه، میگیم آقا این چرا اینجوری شد، میگیم از این کمک میگیریم. خب ازش کمک میگیریم و چی؟ و
یه سری چیزا رو باش توجیه میکنه. خب پس برگشتیم به این کندلای خوده اوپن هایلو و کلاس، این تا آخر این هم باید تو ذهنتون باشه. خب ماتریکس هم که گفتم آقا بر اساس اعداد تعریف میشه، باید که اعداد رو باید توش میذاریم و یه سری کارها قراره باشه انجام بدیم. خب ناگفته و نگفته زیاد نذاریم. خب حالا میخوایم چیکار کنیم؟ میخوایم چیز دیگه رو واسه تون بگیم، حجم مطالب زیاد و باید سرعتتون رو زیاد کنیم. خب از حالا به بعد این ویدیوها دیگه حجم زیاد میشه، سرعت رو باید ببرید. میخوایم بیم چیکار کنیم؟ میخوایم بیم یه سیستم رو تعریف کنیم به اسم سیستم توزیع شده. یعنی چی سیستم توزیع شده؟ یعنی چی یه سیستم توزیع شده؟ چیه یک سیستم توزیع شده؟ مجموعه ای از سیستم ها هست که در کلیات مثل همدیگه کار میکنند ولی میتونن در جزئیات متفاوت باشن. یعنی چی؟ یعنی استاک مارکت لندن مثلا، یعنی مثلا استاک مارکت مثلا نیویورک، یعنی بازار چین، یعنی اصول اساسی کار یکیه ولی چی؟ ولی در جزئیات ممکنه متفاوت باشن، اسطح متفاوتی معامله بشه، حجم متفاوتی معامله بشه، ساعتهای متفاوتی معامله بشه. از طرف دیگه یک سیستم توزیع شده چی هست؟ یک سیستم توزیع شده یک سیستمی هست، حالا اینایی که کامپیوتر خوندن معمولا اینا رو میدونن، اونایی هم که نخوندن هیچ ناراحت نباشن، خیلی ساده است، اصلا نیازی هم زیاد به این جزئیاتشون نداریم ولی کلیاتشون رو خیلی باش کار. خب پس یک سیستم توزیع شده یک سیستم هایی هستند که در چی؟ در جزئیات ممکنه متفاوت باشن ولی در کلیات مثل هم کار میکنه. تعریف یکم آشناست و آشنا نیست؟ فرکتال؟ آره فرکتال درسته؟ فرکتال ها چی بودن؟ فرکتال ها یه تا حدود زیادی در کلیات شبیه هم بودن ولی در جزئیات متفاوت بودن، تا حدود زیادی در کلیات میشه یکم بگیم شبیه. خب از یه طرف دیگه یک سیستم توزیع شده چی هست؟ در اصول اساسی سیستم های کنترل اینا رو میتونید پیدا کنید. برید در مورد سیستم های DCS ها اینا بخونید، میتونید بیشتر دوست دارید میتونید برید اونجا بخونید. توی اپراتینگ سیستم ها هم اگه برید میتونید در مورد این سیستم های توزیع شده مطالب خوبی پیدا کنید. از طرف دیگه تمام اینها اگر مستقلن چرا بهشون میگیم سیستم؟ چون توسط یک سیستم مرکزی چی میشن؟ کنترل و هماهنگ میشن. توسط یک سیستم مرکزی کنترل و چی میشن؟ هماهنگ میشن. بذار این مرکزی رو بذاریم چی؟ رنگش رو عوض کنیم، قیمتش کنیم، مرکزیه. ولی از دید کاربر، از دید اون کسی که داره باشون کار میکنه، یک پارچه هست. از دید کاربر چی هم؟ یک پارچه هست. یک کاربری که داره باش کار میکنه نمیتونه تشخیص بده که آقا اینا تیکه تیکه هست و جدا جدا از هم داره کار میکنه، نمیتونه متوجه بشه. اینقدر هماهنگ و قشنگ شبیه هم دارن کار میکنن و جزئیات رو هم شما چی نمیبینی، جزئیات رو هم شما نمیبینی. بزنید یکی از این سیستم های توزیع شده همونو برداریم، سه تاشو بذاریم. پس چی؟ پس جزئیات رو از اونجایی که ما نمیبینیم به نظرمون میاد که چی؟ به نظر میاد که این سیستم ها چی هن؟ همشون با هم یکی هن. فکر میکنیم اینجوری هستن ولی نیستن. خب فکر میکنیم اینجوریه. من چرا کندل میکشم؟ نمیدونم چرا کندل کشیدم، اشکال نداره. حالا چه فرق داره سیستم توزیع شده همون کوچیک کوچیک باشه، اینجوری باشه، اشکال داره؟ اینجا چه اشکال داره؟ نداره. بذار باش اینجوری سیستم توزیع شده همون، بذار اینجوری باشه. پس چی؟ پس در کلیات شبیه همان دیگه، من نمیتونم در کلیات شبیه هم نیستن، هستن در جزئیات میتونن متفاوت باشن. یعنی شنیدم تو یکم این کوچیک‌تر باشه.
درسته اینا رو ده کلیاشون همشون چهار تا زل دارن و نمیدونم فلان و زاویه‌هاشون یکیه و نمیدونم فلان و اینها توشون هرچی هست مثل همه، ولی جزئیاتشون متفاوت دیگه، جزئیات فرق میکنه با این اندازش ارتفاعش فلان فرق میکنن با هم دیگه. ولی چی؟ ولی به نظر میرسه که یک از نظر چیز اگه اینو مثلا بذاریم اینجا، حالا من اینو بذارم اینجا، شما نمیتونید تشخیص بدید. حالا این خاطر اون اسکیل هم اینجوری میشه، شما نمیتونید تشخیص بدید که آقا اینو با هم فرق میکنن، چیزن جدان از هم دیگه، فکر میکنین همه یکی یه دونه است با هم. درسته؟ پس این تو ذهنتون در مورد سیستم‌های توضیح شده باشد و یک سیستم مرکزی میاد چیکار میکنه، میاد اینا رو با هم دیگه هماهنگ میکنه، مثلا بی آی اس، مثلا با بانک اف اینترنشنال ساتلمنت، یه چیز توی این مایه. ما منظورمون نیستا، نمیخوایم اونو بگیم، اونا که اصلا نه، آره مثلا اون که اصلا کاره ای نیست تو مارکت، چی کار اصلا کارشون چیه اینا؟ کاره نیستن. بنده خدا هدفشون اینه که چیز کنن، هدفشون اینه که مارکت رو هماهنگ کنن با هم دیگه. یه موقع فکر نکنید که مثلا آره نه اونجوری نیست. خب پس چی شد؟ پس این یک سیستم توضیح شد. حالا چی؟ حالا میخواییم یکم برگردیم به اون اصطلاحاتی که مایکل میگه. آقا این چیزایی که مایکل میگفت یعنی چی؟ فریمورک میگفت، نمیدونم چی میگفت، اینا میگفت یعنی چی؟ بیم یکم چیز کنیم، یکم اینا رو با هم دیگه بشکافیمشون. چی میگن؟ بررسیشون کنیم یا حالا چیز تو این مایه ها. این رو زید من ببندمش که صدا پیداش بکنیم. خب اینقدر اسکریپت داریم روی که همشون با هم قاطی شد. خب پس این اصطلاحات رو بخواییم تعریف کنیم. قرار ما چی کاره بشیم؟ قرار چی کار کنیم؟ قرار الگوریتم تریدینگ انجام بدیم؟ الگوریتم تریدینگ؟ نه اشتباه است، قرار الگو تریدینگ انجام بدیم. الگوریتم تریدینگ با الگو تریدینگ مگه فهم کنه؟ ببین اینقدر بجز دقیقا مثل چی؟ مثل فری سافتور و فری ور. اینا با هم دیگه خیلی شبیه هم و یکی نیست. درسته؟ تا حدود زیادی مثلا هم هم ولی یکی نیست. یعنی چی؟ یعنی مثلا اگه یه چیزی مثلا یک و مثلا یک پوینت ده هزار تا صفر آخرش یک باشه، مثلا یک صد میلیونیوم، یک و یک صد میلیونیوم با یک یکی نیست دیگه، ولی همه میگن یکی ولی یکی نیست. خب پس الگوریتم تریدینگ با الگو تریدینگ فرق داره. الگو تریدینگ مجموعه ای از تکنیک ها و روش های، دقت کنید، اینا هیچ کجا و هیچ کس نگفته نمیدونه، الگو تریدینگ مجموعه ای از روش ها و تکنیک هایی است که با استفاده از شناختی که از نحوه کار الگوریتم های مارکت تریدر به دست میاره، همراه با الگوریتم ها ترید میکنه. الگو تریدینگ. ولی الگوریتم تریدینگ یعنی چی؟ یعنی استفاده از یک سری دیتا ها و اسکریپت ها و برنامه ها و دسترسی به یک سری حالا دیتا از طریق API ها یا حالا هر چیز دیگری که بشود یک پروگرام رو ران کرد، یک برنامه کامپیوتری رو اجرا کرد و چی؟ و باش ترید کرد که از اساس و مبنا برای من چیه؟ رده. چرا رده؟ خاطر این که مبحث دسترسی پیش میاد. مبحث دسترسی یعنی چی؟ یعنی که شما به خاطر اینکه بتونید یک الگوریتم رو، یک الگوریتم رو که مجموعه از سه دستور عمل هاست توی مارکت راه اندازی بکنی، باش بخوای ترید کنی، مثلا نیاز هست که یک سری دسترسی داشته باشی، مثلا دایرکت مارکت داشته باشی، دسترسی نمیدونم به شبکه مثلا مایکرو ویو داشته باشی، مایکرو ویو
ماکرو ما، مایکل مایکرو ما، 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 اینا پس داشته باشید دیگه. ماکرو ویو، ماکرو مایکل، مایکل میگفت ماکرو احسان. پس یه چیزایی این هم بزنید داشته. خب پس چی شد؟ پس الگوریتم، حالا بخواییم بریم اصلا اصلا کلا الگوریتم چیه؟ حالا الگو تریدینگ و اینها، اینا رو بخواییم براتون چی؟ اینا رو بگیم و اونا رو بخواییم تو جلسات بعد بگیم. اینا داریم اصطلاحات فردا کف توییتر اگه اومدن پرسیدن آقا الگوریتم چیه، رد نشین همینجوری چیه بلش کن. بذار بریم منشن بعدی در مورد ربات معامله گر، ربات بخریم $100 به همون پول بده. رد نشین. ربات معامله گر اگر میتونست معامله انجام بده به شما نمیدادنش که $100 که عزیز دلم، نمیدادنش شما $100. بعضی هم که از خواب بیدار نمیشن، اونی هم که از خواب بیدار نمیشه. اگه بعد رضا بلند شد دیگه از خواب، رضا بلند شد پاشو بشین دستورت تو بشو آفه. داشت خواب چی میدیدی؟ ربات معامله گر چی کار میکرد؟ ربات معامله گر پول $100. چه جالب. خیلی جالب. اینجوری هم میگه. Highs or lows crossed Mr. Viper. Equal highs or lows crossed Mr. Viper. چه جالب، این همه داری روی این کار میکنی این مدت وایپر. و پس این چرا نمیفهمه که این میگه equal highs or low، یعنی نمیفهمه هنوز کدوم های کدوم لوه، هنوز نفهمیده. پس چرا میگه این یا اون؟ خب برای چه اصلا به من میگه؟ خودت تریدش کن. نمیتونه، میگه من نمیتونم، میگه من نمیتونم، میگه من باید آخر تو بشین پای پشت سیستم کار کنم. چرا؟ میگه من توان تشخیص ندارم. توان تشخیص اینو نداری؟ این همه دوستات چیز شدن، این همه دوستات هوش مصنوعی شدن، تا هوش مصنوعی نشدی؟ هوش مصنوعی هم بشم نمیتونم؟ میگه من هوش مصنوعی هم بشم نمیتونم. چرا نمیتونم؟ چون تصمیم گیری انسان، اصلا سیستم تصمیم گیری انسان با ماشین فرق میکنه. هوش ماشین با هوش انسان میگه فرق، میگه هنوز ما کار داریم. آره میگه هنوز ما، میگه ما میتونیم به شما کمک کنیم. چرا داری گوشم میگه بلند بگو بشنم؟ میگه چی؟ میگه من هنوز کار دارم، من میتونم به تو کمک کنم توی محاسبات، ولی نمیتونم تصمیم بگیرم و چیز کنم انجام بدم. اون تصمیم اصلی رو باید خودت بگیری، باید خودت بشینی پا سیستم. من بشینم پا سیستم تو قرار کمکم کنی. پس اسمت چی بود؟ میگه اسمم آمانده. آمانده خارجیه. خب پس بریم الگوریتم چیکار کنیم، تعریف کنیم. میگه آقا الگوریتم چیه اصلا؟ یعنی چی؟ ما قرار الگو تریدر باشیم یعنی چی؟ میگم آقا الگوریتم دنبال مشخص معلوم از دستورالعمله که تعریف شدن از قبل. خب یک مجموعه از دستورالعمل‌ها که از قبل تعریف شده. یعنی چی؟ یک مجموعه از دستورالعمل‌ها که از قبل تعریف شدن، یک مجموعه از دستورالعمل‌ها که از قبل تعریف شدن و قراره چیکار کنن؟ قراره با هم دیگه هماهنگ کار کنن. قراره با هم دیگه هماهنگ کار کنن و یک کار مشخص انجام بدن. اینا آشنا نیستن؟ اینا مثلا این نمیتونه لندن باشه، مثلا این دستورالعمل‌های مثلا شیکاگو باشه، این میتونه باشه، میتونه باشه. از یه طرف دیگه هم میتونه دوباره نباشه، میتونه اینا همشون توی همون شیکاگو مثلا باشن یا همشون تو لندن هم باشن. باز دوباره هم این جوده میچرخه اینا. پس شما میگه الگوریتم، پس هر چیزی میتونه الگوریتم باشه و هر چیزی که داره کار میکنه توی باید چیز پایله میتونه باشه الگوریتم تبیر نچرل میتونه باشه. چرا نمیتونه باشه؟ میتونه باشه. خب حالا میخواییم فریمورک هم بگیم کنارش، میخوایم بگیم چی؟ میگه آقا فریمورک اصلا یعنی چی؟ قضیه مایکل میگه فریمورک، وایپر میگه فریمورک یعنی چی؟ یعنی میریم سر کار فریم میذاریم چیکار میکنیم؟ نه یعنی چی آقا؟ جلوگیری از بروز برخی از خطاهای مشخص و معینه. فریمورک
یعنی چه؟ یعنی یه فضاییه، یه چهارچوبیه، چهارچوب کلیه که چی میشه؟ یه سری خطاها رو مثلا ببینید، حالا اونایی که برنامه‌نویسی میخونن و برنامه‌نویسی میکنن و تو کار برنامه‌نویسی هستن، اینجا ما یه سری دستای رو سر روی مفاهیم میکشیم. ما واسه خودتونه، من نمیخوام اینجا پروگرام کنم هستید. ما میخوام از اون مفاهیمی که شما دارید استفاده کنم، ناخونه که بهتون بزنیم اینا یه نیم ساعت به ما قرض بدید ما استفاده کنیم، بعد بهتون برمیگردیم. میگه شیم یا وظیفش چیه؟ وظیفش اینه یه سری خطا چیز کنه، یه سری خطا جلوگیری کنه. از یه طرف دیگه چی؟ فریمورک ها با در برداشتن کتابخانه کاملی از الگوریتم ها و کد ها سعی میکنن تا امکان و احتمال بروز خطا را در سیستم های کامپیوتری از بین ببرن. دسترسی دارن به کتابخانه ها، لایبرری، از الگوریتم ها. یعنی چی؟ یکم فکر کنیم. دسترسی به یک سری لایبرری دارن از الگوریتم ها. یعنی مثلا چی؟ یعنی مثلا این سیستم توزیع شده ما بود، یه سیستم توزیع شده اینجا داشتیم. خب یه سیستم توزیع شده اگه اینجا داریم، مثلا آقا این الگوریتمی که اینجا هست، این سیستم از این سیستم زیاد اطلاعات نداره، ولی یه نفر هست اون وسط، اون از همه چیز داره. اینجوریه، جالبه. پس این میدونه، این بزرگی میدونه که اینا چجوری کار میکنن، دسترسی داره بهشون، یا اینکه بهش اطلاعات میدن دسترسی. به این میگن فریمورک. خب پس با این چیزایی که تو گفتی، یعنی مثلا مارکت میشه کلش رو یه فریم ورک در نظر گرفت؟ بستگی داره دیگه. آره، اون کسی که داره کنترلش میکنه اگر به همه چیز دسترسی داشته باشه میتونه مثلا یه فریم ورک به همش با هم بعد بگیم فریم ورک. پس همش رو با هم میخوایم بگیم فریم ورک، همش رو با هم میخوایم بگیم فریم. آیه طرف دیگه هم به تمام قسمتی که میخواستیم کار کنیم میگفتیم فریم ورک. آره دیگه، وقتی سیستم توزیع شده باشه شما میتونید بزرگ بزرگتر رو دوباره بگی آقا اینا کوچیکا هم اینجوری اند، کوچیکا هم اینجوری. درسته؟ خب این فریمورک رو تو ذهنتون داشته باشید. خب از طرف دیگه مثلا میگیم چی؟ میگه وای پای، میگه بای پروگرام، سل پروگرام. اصلا پروگرام چیه که بایش چی باشه؟ میگیم چی؟ میگه آقا یکی دیگه از اصطلاحاتیه که چی که استفاده میشه توی مثلا این چیزای برنامه نویسی، به یک سیستم نوشته شده تشبیه میشود که با استفاده از ویژگی‌های خاص و تنها در برخی از پلتفرم ها قابل اجراست. آها، برخی، یعنی همینجوری نیست بزنید، نه فرق میکنه. یعنی مثلا اگه مثلا مال اون سیستم عامل مثلا اونه، بعد دیگه نمیشه اون جای دیگه پیادش کنی، نه دیگه مال خودشه دیگه. میتونن انواع مختلف داشته باشه. خب حالا میخوایم چیکار کنیم؟ میخوایم یه چیز دیگه، چند تا این اصطلاح ریز اینجا بگیم، شما رو یادداشتشون کنید، داشته باشیدشون، یادم هم باشه بعد بگم اینا از کجا برداشتم، که بالاخره اون کسی که نوشته حقش رعایت بشه. میخوایم زد بافرینگ رو بگیم. زد بافرینگ، بعضی شنیدن اسمش رو، بعضی نشنیدن، بعضی شنیدن بعضی نشنیدن. با استفاده از این تکنیک زد بافرینگ میشود به عمق یک چیز اضافه کرد. زد بافرینگ میشود به چی؟ به عمق یک چیز اضافه کرد. میشود عمقش رو اضافه کرد. فرستادش اینجوری مثلا بهش عمق داد، بهش بود داد. میشه تقریبا، حالا اینجوری نیست ولی مثلا حالا روی شکل اینجوری میشه. خیلی میشه مثلا اینو تغییرش روش کرد اینجوری. چی میشه اینجوریش کرد؟ نمیشه؟ چرا دیگه میشه؟ پیچش دست خودمونه میپیچیمش. خب عمقش رو اضافه کرد، عمقش رو اضافه کرد، عمقش منیپولیشن. این زد بافرینگ هم توی چی فکرتون داشته باشید. خب حالا میخوایم بگیم آقا مثلا میگیم آقا این یه لوپ های فرکانس، یه لوپ لو فرکانس. لوپ چیه که های فرکانس و لو فرکانسش چی باشه؟ میگیم چی؟ میگیم آقا تو فارسی لوپ یه حلقه ای میگن که چی؟
که یه پروسه‌ای رو اشاره میکنه به یه پروسه‌ای که بی نهایت تکرار میشود. میچرخد دور خودش رو تکرار میشود، تکرار میشود، تکرار، صبح شب، صبح شب، صبح شب، صبح شب، این لوپه. خب تابع چیه؟ میگه ما مثلا این مثلا multiplier فانکشنه، نمیدونم فلان فانکشنه. یعنی چی؟ میگه آقا تابع توی فارسی به من میگه معنی عمل کرده. تو برنامه‌نویسی چی؟ بخش خاصی از خود برنامه رو میگن. پس تو مثلا میگی multiplier فانکشن یه بخشی من از پروگرام رو منظورته. آره که برای انجام عمل خاصی استفاده میشه. پس هر جا گفتیم فلان فانکشن یعنی چی؟ یعنی آقا یه بخشی از اون برنامه کلیه منظورمونه که یک کار خاص کوچولو رو این وسط مثلا داره انجام میده. آرگومان هم سریع بگم زیاد مهم نیست. میگه چی؟ میگه آرگومان و پارامتر از دیگر اصطلاحات برنامه‌نویسی هستن که در واقع دو عنصری میباشن که از آنها در مواقع بسیار زیاد استفاده میشه و افراد معمولا این دو ویژگی رو با یکدیگر اشتباه میگیرن. به عدد یا مقداری که به یک تابع اشاره می شود آرگومان می گویند. برنامه نویس می تواند با استفاده از آرگومان اطلاعات لازم را در اختیار تابع قرار داده و عمل کرده آن را نیز تضمین کند. یه جور دیگه هم می شه. با استفاده از آرگومان ها میان یه سری ورودی ها را به تابع می دن و چی و عمل کردش هم تضمین میشه کرد. خب حالا این رو میشه ما یه جور دیگه هم در نظر بگیریم. توی اصول سیستم های کنترل مثلا ترانسمیترهایی مثلا بودن نصب شده اونایی که چیز کار کردن اونا میدونن ترانسمیترهایی توی اونجا لوکالی نصب توی اونجا چیز که اینا چی کار میکنن میاد اطلاعات رو برمیدار از اونجا میفرسته. پس سرورها مثلا اطلاعات میگیرن. کجا نصب بودم؟ توی مثلا سایت صنعتی و پایین ماینا میرفتیم نگاهم که مثلا یه وصل زیر این چیه این داره دما رو اینجا میگیره میفرسته به اتاق کنترل. خب پس قراره چیکار کنه؟ از کجا بگیره؟ از یه جایی بگیره. کجا نصب؟ اونجایی که نصب بهش میگیم چی؟ بهش میگیم دیتا پوینت رو چیکار میکنه؟ میره اطلاعات اینجا برمیداره پس وقتی داریم میگه موقع الگوریتم برای این دیتا پوینت رو میخونه یعنی چی؟ یعنی اینجا داره اطلاعات اینجا میخونه. خب این با آرگومان ربط نداره اون دیتا پوینت منظور. خب استرینگ هم نمیخواد بگم اینا رو برید خودتون بخونید اینا رو بولین رو بعدا توی قسمت های پیشرفته باش کار داریم. یک نوعی از دیتا تایپه، یک نوعی از داده هاست که در دستورات شرطی استفاده میشه و با استفاده از اون میشه به نتیجه و جواب یک شرط پرداخت. در واقع بر اساس بولین یک آبجکت یا عبارت از دو حالت صحیح یا غلط خارج نیست، یا درسته یا اشتباه است. این نیست که نب اصلا هیچی نباشه، نه درست باشه نه اشتباه. متغیرهای بولن در تمام زبان‌های برنامه‌نویسی کاربرد دارن. حالا اینا رو که من دارم میگم بعد میخوام وسط داستان بزنم همه‌شو از دم نقص کنم و میخوام این باینری رو کلا نقص کنم برم تو فوزی. خب حالا میگه آقا اصلا اینا برای چی میگی و فلان؟ اونم میگه ما قرار برنامه‌نویسی نه اینا رو بدونید. بدونیم آقا چه اشکالی داره؟ بدون هیچ اشکالی نداره. بعضی اومدن گفتن آقا اینتیجر چیه؟ منظورت از اینتیجر که میگی چیه؟ میگه این اصطلاح برنامه‌نویسیه که چی؟ که با عدد صحیح استفاده میشه. عدد صحیح عددی که اشار ندارن. خب این دابلینگ مهمه. فلوت و دابل دو متغیر مجزا هستند که به دلیل شباهت‌های زیادی که در میان آنها وجود دارد یک بخش معرفی میشوند. فلوت متغیری 32 بیتیه که 7 رقم رو تو خود جا میده. پس هر جا که شما اومدیم گفتیم آقا مثلا این 7 رقم اشاره، اگه از 7 رقم خواستی بری بیشترش کنی باید چیکار کنی؟ از تا 7 رقم میتونی فلوت بگیری، فلوت پوینت بگیری. میگم اینا تو پیشرفت ها باید میگم از 7 رقم چی بیشتر شد باید چیکار کنی؟ باید دابل بگیری. خب 32 بیتی که 7 رقم رو تو خود جا میده در حالی که دابل 64 بیتیه. دابل پس کار چیز داره بیشتر بره. خب اونورم هرچی بیشتر بشه پردازش سخت‌تر میشه. دیگه چی؟ ها رسیدیم به اصل داستان. باگ چی آقا؟ منظور باگ یعنی حشره سوسک. باگ یعنی سیستم باگ گرفته، باگ داره آقا، یعنی چیزی که تو سیستم میچرخه رو مخه.
آها اینجوری بگیم دیگه بهتره دیگه، اینجوری بگیم میگم آقا چیزیه که باگ، چیزیه که تو سیستم رو مخ ماست. از این تعریف بهتر تو کل بنزون شمسی پیدا نمیکن. باگ یه چیزیه که رو مخمونه، یه چیزی که اصلا منو تو رو خراب کرده، منو تو ضرر میکنه، نمیبینیم درست چارت. آقا باگ داره چارت، حشره پشه حشره مورچه، یه چیزی که رو مخ. نه الان تعریف کنیم و در این داستانو ببندیم. آقا ما قراره برنامه‌نویس بشیم دوست عزیز، چه کاریه؟ ول کن وایپر کوتابه. خب آقا نال چیه؟ نال یک مفهوم بنیادی میه در برنامه‌نویسی که چی؟ که از منظر واژه به معنی توهیه. هیچ. برای اغلب برنامه‌نویسان بسیار اهمیت داره که بتوانند فلسفه و مفهوم پنهان پشت این ویژگی را درک کنند و بدونن که چگونه ازش استفاده کنن. یعنی چی؟ یعنی آقا مثلا داریم پایین می‌نویسی، میری دو تا چیز می‌زنی پشت اون داستانه، میگه آقا این ناله هستش ها، اینجا هست، ولی چی؟ ولی تو دلش کنی رد شو عروش، بیخیالش شده داشت. هر وقت کارش داشتم میام، آره میارم یک سرویس. خب چی؟ تا حد امکان از ویژگی‌های نال استفاده نکرد، از آن دوری کنند، زیرا این دستور را دستوری بیهوده می‌دانند که سبب بروز خطاهای متعددی می‌شود. من مخالفم با این داستان، من مخالفم با داستان. چرا؟ چون الان اصلا من می‌خوام نالم استفاده کنم توی این چیزایی که میگم. خب اینا رو یه خانم به اسم خانم علمی توی یه سایتی گذاشته بود، من ازش استفاده کردم و گفتم بهتون یادداشتشون کنید، اگرم خواستید میتونید سرچ کنید. اسم خانم فکر میکنم خواهرمون فائزه علمی هستن، توی یکی از این سایت‌ها گذاشته بودن که من برداشتم و اینا اینجا رو گفتم. اگر حالا اسم سایت رو نمیتونم بیارم چون توش تبلیغات بود، ولی اسم نویسنده رو گفتم. استرینگ چیه؟ استرینگ هم یک رشته یا توالی از کاراکترها، عبارات، اعداد، جملات در زبان برنامه‌نویسی است. یک مجموعی و توالی از همه چیزه. یعنی چی؟ یعنی آقا اینا هیچ کدوم معنی ندارن، ولی مثلا این میتونه یه معنی داشته باشه، این میتونه مثلا یه دستوری باشه، این میتونه یه دستور باشه، ولی تک تک نیستن، ولی همشون با هم دیگه پشت سر هم انجام میشن. استرینگ پشت سر هم چیزا شبیه استرینگ شد. مگر نه مجموعی از فلان استرینگ از هم این استرینگ. خب لوپ هم میتونه باشه، درسته؟ داریم انجام میدن میچرخه، از بوده و هست و میداره هم تو تاب میخوره، پس لوپ استرینگ هم میتونن اینا باشن. آره میتونن باشن. خب اینجا اومدیم چیکار کردیم؟ اومدیم یه دیدگاه کلی بهتون دادیم. کارتون چیه؟ کارتون اینه که بعدم برید چیکار کنید، برید اما اینا یه پیش زمینه بخونید، بخونید قرار نیست برنامه‌نویسی کنید و نه بدونید فقط که داستانش. خب حالا میخوام چیکار کنم؟ میخوام یه چیز دیگه بگم و سریع بریم، به خاطر اینکه یک ساعت بیشتر میشه، بعدا میخواید جورنال کنید سختتون میشه، باید بقیه‌اش رو توی جلسه بعدی بگیم. حالا اومدیم چیکار کردیم؟ کندل رو تعریف کردیم، گفتیم آقا های لو اوپن و کلوز دارد، صعودی است و نزولی است. میخواستم بحث ریاضیاتش هم بگم، دیگه زمان نیست، دیگه میریم تو 200 جلسه بعدی بهتون میگیم جورنال لو که فرستادید. میخوایم چیکار کنیم؟ میخوایم کندلا رو بذاریم کنار هم. حواستو جمع کن، حواستو شدیداً جمع کن. ببین چی دارم بهت میگم، حواستو جمع کن. این چرا آی سی تی کارا نصفشون لیک میزنن، لگینگ دارن؟ به خاطر اینکه نرفتن ونتو ببینن. آها. یک سوینگ رو از سه کندل تعریف میکنیم، نه کمتر نه بیشتر. و دیگر هیچ. بعضیا 5 تا کندل میگن، واسه خودشون میگن 3 کندل و دیگر هیچ. یک سوینگ از 3 کندل تشکیل شده از که چی؟ که سوینگمون یکم زد شد، اشکال نده، من دیگه عجله دارم. خب آقا چرا عجله؟ سر حوصله بگو. نه دیگه همینا رو گفتیم، اینا هم سنگینه واسه اونایی که تازه میخوان اینا رو بگیرن، یکم سنگین میشه. آقا یک سوینگ از سه کندل تشکیل شده که چی؟ خب این بد شد که آخرش من نقاشی یاد نگرفتم با اینترنت، یه دستی باش کار کردم. بلش کنم این کپل باشه این وسط، اون دوتا رو نازک تر. آقا یک سوینگ یک های است که دوتا
پای دیگه این طرف اون طرفشه و چی و ازش پایین تر. این یک لوور های و یک های، همیشه اینجوری یک سوینگ از سه تا کندل تشکیل شده و سه تا تیل که یکیشون لوور های یکیشون از این پایین تره. این دوتا میتونن هم برابر باشن، یا بذار اینجوری بگیم، بگیم آقا یا لوور های یا چی یا ایکوال های. برعکس هم اگه باشه یا لوور لوه یا ایکوال لوه، یعنی لوهای برابره، ولی چی؟ یه دونه هایر لو هم داره، هایر لو، هایر نه لوور لو باشه، یه دونه لوور لو هم داره، لوور لو هایر های، لوور لو هایر. اینقدر این استفاده نکردم اسم چیزاش هم درست یادم هست. خب پس چی؟ پس اینو به هم وصلشون کنیم، بعد مثلا اینجور باشن، اینجور وصل باشن به هم دیگه. خب این چی میگفتی چیزه؟ باید بگیم تو چی گفتی؟ شما چی شد؟ بسا بگو بشنم. Equal highs or lows crossed Mr. Viper. Equal highs or lows crossed Mr. Viper. That's better. میگه equal high یا low crossed شد. یعنی اینجوری شده؟ منظورش اینه؟ میگه اینجوری شده. خب بشه. چه ربطی داره؟ این ربطی داره که میگه دیگه. این ربطی داره. یه ربطی داره تو ذهنتون باشه. خب کارتون چیه شما؟ کارتون اینه که بین روی چارت و اون تکلیف و چی کار کنید؟ اینو قبلا تو یه دونه ویدیو در مورد سوینگ صحبت کردم، گفتم ولی خیلی مهم. برید چی کار کنید روی چارت؟ برید سوینگا رو، حالا یکی میاد میگه آقا چرا نه نه فلان میکنی؟ ببخشید آقا داشت. خوبه دیدی بلدن. بهت چیکار کنید؟ بهت سوینگ ها رو پیدا کنید. سوینگ چی؟ همین الان چی گفتم؟ گفتم آقا یک دونه کندل که چی؟ که آقا دوتا کندل این ور اون ورش باید باشد. الان این یک، این دو، این سه، این سوینگ، این ستا میتونی تعریف کنی؟ نمیتونی تعریف کنی. چرا؟ چون این وری از اون بالاتره، باید دو طرفش باشن. پس این یک، دو و سه گرفتی؟ این یک، این دو. دقت کن اینا ریزه کنن باش کار داری بعدن. دو چه نمیچسبه؟ چسبش میزنی. چسب دو و چی و سه. بعضی اینا رو دقت نمیکن. چرا با مهم نیست که الهی نمیزنیم؟ نه مهمه، خیلی فرق میکنه دوست، خیلی زمین تا آسمون فرق میکنه. آره هر چی گفتی این مهم نیست، همونجا آسفالت میشه. یک دو سه. پس این تیپه رو اینجا رو این به این میگیم سوینگ، به این میگیم سوینگ پوینت، به این میگیم سوینگ چی؟ بگو تا نگی تو ذهن تک نمیشه. سوینگ چی؟ پوینت. سوینگ پوینت، سوینگ پوینت، پوینت، سوینگ پوینت. به این میگیم کی لول در سوینگ پوینت، کی لول در سوینگ پوینت، کی لول در سوینگ پوینت. حالا میخوایم تو سوینگش دیگه هم تعریف کنیم. میخوایم توش چی تعریف کنیم؟ میخوایم توش ایکولیبریوم هم تعریف کنیم. ایکولیبریوم مایکل میگفت. ایکولیبریوم چیه؟ آقا یک دو سه، این های دیگه، این های از این ستا کدوم پایین ترینو داره؟ این پایین ترینو داره. پس چی؟ پس ایکولیبریوم یا 50% این سوینگی میشود چی؟ درست دادم؟ نه اینجاست. آقا چه جاله من خوردن علکی. نه رندومه، رندوم میخورم تو هم این رندوم. خب یه بار دیگه تعریف کنیم ما سوینگ چی تعریف میکنیم. سوینگ گفتم آقا سوینگ از چی تشکیل شده؟ بگو از چی تشکیل شده؟ از ستا کندل که دوتا یکی بالاتر دوتا این برامون برشه. خب این اینجوری بریم این دوتا این ایکواله تقریبا بزنیم. نه این بالاتره، میبینی؟ یه فوت بالاتره. خب پس یک و دو و سه، درسته؟ یک و دو و سه. یک و دو و سه، این هم دو. حالا اینجا یه شرط دیگه میخواییم بذاریم.
میخواییم بگیم آقا هر زمان که این کندل ها چیز بودن، هم رنگ بودن و چی و کلوز یکی اوپن دیگری بود و این فقط زیاد فاصله ای نبود، اینا رو همشو با هم یکی در نظر بگیریم که بعد حالا اینو بخوایم نقد کنیم اونا جلوتر بگیم اگه خورد تو این بالانس اینجوریه، کاری ندارم. حالا علایل اینا رو فعلا اینجوری در نظر بگیرید، ولی تو تکلیفتون سه تا سه تا انجام بدید حتما و خیلی مهمه. فقط سه تا، یک دو سه چهار تا، نه سه تا. اینا که این وسط اضافه است اینا یه چیز دیگه است. کانسلیدیشن یک فاصله از... بذار ببینم لحظه، یک دو سه پنجا درصدش هم اگه اینجوری در نظر بگیریم مثلا میشه نمیشه یک پنجا درصد هم اینجوری باسه قشنگ بزنش یا بگیرم پنجا درصد این پنجه دستش هم توست قشنگی باش الکیه آقا بذاریم اینا قشنگی هم اینا قشنگ خوردن تو این حواستون هست. پس این فرکتور ایکولیبریوم که میگن اینه، چه جاله. کانسالیدشن فاصله زمانی بین دو دو حالت از الگوریتم بود که میتوانست، خب اگه اینو بخوایم اینجوری در نظر بگیریم این چی میشه؟ این پس اینجا بلد وایسا اینجا یک دو سه اینجا دوباره ادامه اینا رو چی کار کنیم؟ پس اینا اضافه نمیان؟ خب این که از این اینم یه سوینگ، خب هیچی دوباره این یه سوینگ، نه این یه سوینگ نمیشه، این اگه این سوینگ اینم یه سوینگ اینم سه تا. خب پس اینا چی هن؟ اینا اضافه هست، اینا رو فعلا در نظر نمیگیریم، در نظرشون نمیگیریم. بگیریم چیکار کنیم آقا؟ تکلیف ها رو معلوم کن آقا. یعنی چی تو میگی؟ اول میگیم در نظر بگیر، الان میگی در نظر نگیر. خب بذار آقا بذار علامت بزنیم بذار بسار نشون چرا اصلا نمیشه. این که هایه بود، خب دوباره میام این یک دو سه اوکی اومد پایین. خب اینا که هیچی گفتیم اینا جز اون ولی حسابشون نمی کنیم. خب این اینا دوباره هیچی، این لو زده. خب پس این حسابه. خب این دوباره اینجا چی شده؟ لو دوباره چی؟ خب این اگه لو باشد این یکی این یکی، خب اگه این یکی پس این چی؟ این دیگه نمیشه، این مال اینه دیگه. خب درسته، پس درست. خب پس یک دو این سه تا اضافه هست، این علکی گوشتن اینجور سه تا رو. خب اینا دیگه حساب نمی کنیم. بیم پایین دوباره چی؟ دوباره این یه لو یک دو سه و اینا رو حساب نکردیم. پس چرا بایست بینیم یه چیزی بزنیم اینجا بینیم اینا چی هم همینجور اندازه بگیم علکی ها اینا گوشیم اینجور باش اندازه میگیم بله قشنگ دیگه بایست یک دو سه این همجور رندوم میخوره تو این نه رندوم میخورن تو هم قدرتشو اچی با بسن این ها اینجور بسن اینجا ببینیم ببینیم یه بار دیگه ببینیم آقا یک دو سه خب این سه یک دو سه خب این یک دو این اینا حساب نیست نه دیگه نیست دیگه نه هم تو رفته بالا خب یک دو سه چهار پنج خب این پس این یه این مال اون میشه دیگه میشه یک دو سه خب یک دو سه چهار درسته خب پس یه بار دوزن اینجا بگیریم خیلی دوست دارم اینا همجور بمیدن میزنم به اینا خب یک دو سه درسته هر جا اشتباه کردم شما حواستون باشه من گیجم نظرتون اشتباه کردم یک دو سه خب اینجا یک دو سه این که مال اینه این حساب این هم حساب خب این هم حساب این هم حساب این هم حساب این حساب نیست این با اونوری میشه این درست گرفتیم یه 50% اینجا بخواییم بکشیم این هم بد نیست یه قشنگی کشیدیم این هم اگر اومده خورده تو این و اینا داریم میره بالا ها
سی بزر اوتی داریم دیگه. چیه اوتی داری؟ چرا اوتی داری؟ بخاطر این شدواست. این شدوا رو باید بدم حساس دارم حرف میکنیم که تو جلسه بعدی بهتون میگم که چی کار کنید. میریم دیگه چی؟ توی کندلا و پروسکشن پیشرفت. موفق و معید باشید. مدام هر جلسه شدیدن رو تو خوب باشه بدجور، یعنی یه جوری حال تو خوب باشه که اصلا ندونی چرا حال تو خوبه. و بعد از اینکه شدیدن حال تو خوب بود، بیزنال جورنالی هم واسه ما بفرستیم. ما آدم ساده و چیزی هستیم، گناه داریم. چشم ما به جورنال های شماست، چشم ما به جورنال های شماست. ما شما رو دوست داریم ولی شما ما رو چی دوست ندارید. خب یه بار دیگه بیم با هم دیگه الان چیزایی که گفتیم و ببینیم اینجا چی میشه داستانش. خب گفتیم چی؟ گفتیم آقا یه سوینگه از چی تشکیل شده بود؟ از یک، دو و سه، درسته؟ بعد بندیم گفتیم آقا بیا چی کار کن؟ نه ببخشید، یک، دو و سه، این یک، دو و سه، علایال این باشه، علایال چی؟ پنج دستش هم که خب این درسته دیگه، طبق اون چیزایی که گفتیم آره میشه. خب این تنظیمات این هم داشته باشید. چند لحظه این بذاره کوچیک‌تر کنم واسه تون که بتونید یادداشت کنید تنظیماتش رو. صفر و این اعداد رو با عنوان یه فیبی به اسم وی یک حالا یا حالا بذارید وایپرس وایپر اسم همه چون تغییر میدم میتونم بذارید شو وایپر و چی و وی یک بذارید وایپر وی یک بذارید توی یه بخش توی تمپلیتی با عنوان چی سیف کنید با عنوان یک تمپلیت سیفش کنید و سیف که کردید داشته باشیدش دیگه داشته باشیدش و این بدن میخواییم اینا استفاده کنیم باشون کار داریم با این چی میگن تنظیمات و با این چیزا کار داریم بعدا. خب دوباره همین نارو میتونیم اینجا اعمال کنیم یک دو سه درسته؟ خب اگه این درست بچه من همجور چشمی حالا میذارم بعدا شما خودتون تنظیمات رو انجام بدید. این 50% پس کار ما همینه، کارمونه که بریم ببینیم آقا سوینگا کجان یه 50% واسه شون چی بکشیم همینجوری واسه چی قشنگی که بعدن بفهمیم چرا. خب یه دونه 50% هم واسه این میکشیم، این هم یه 50% واسه شون میکشیم همینجوری میذاریم اینجور باشن. چرا؟ خب این یک دو سه دیگه این سه تاست. اگر لو اینو در نظر بگیریم دو سه نه این 50% اینجا ها میشه خود بودن. حالا دیگه بعد خودتون با روی چیز روی چارتون با ابعاد در نظر بگیرید ابعاد چیز بذارید ابعاد دقیق بذارید چون تو محاسبات لازمه که ابعاد دقیق باشه. خب من اینو کشیده بودم یا اینو کشیده بودم یادم نیست کدومو کشیدم. اینو کشیدم 5% و 1 2 3 آره این 5% این درسته 1 2 3 و این 5%. خب پس این 5% روی چی؟ روی چارتتون بکشید. این 5% روی چارتتون بکشید. و یه نیم نگاهی هم همیشه به جهت اوردر فلو داشته باشید. یه نیم نگاهی هم به جهت اوردر فلو داشته باشید. مثلا اینجوری سوینگ دیگه نگاه کنید این یک دو و سه اگه اون سه تا باشد این
این هم رنگ این هست، درسته؟ پس 5% این تا این رو باید اندازه بگیریم که حدوداً همینجا باید بشه دیگه، درسته؟ این رو روی چارتتون تمرین کنید، این تمرین کردن خیلی به کمک میکنه. تقریباً حالا نه 100%، ولی حدوداً اینجا میشود دیگه، 1، 2، 3 حدوداً، اینا همه حدوداً، همه در حدوداً. خب داشتیم چی میگفتیم؟ در مورد چی صحبت میکردیم؟ در مورد اینا صحبت کردیم؟ آره، در مورد اینکه آقا یک روشی که گفتم که آقا سعی کنید هر چیزی رو که از مفاهیم برداشت کرده توضیح بدید، این مهمه. توضیح دادن اینکه چیزایی که از مفاهیم برداشت میکنید مهمه، بخاطر اینکه وقتی شما دارید توضیح میدید هم خود بهتر یاد میگیری، همون دوستانی که دارن بعد شما رو میشنون بهتر ازتون یاد میگیرن و باعث میشه که پایه همه قوی تر بشه توی این مسئله، پای هممون قوی تر بشه توی این مسئله. خب واضحا مشخصا مارکت میکر بای مدل از من روزی میخوام برم توی این داستان، چون بعضی از دوستان تازه کار هستن و حالا دارن تازه مثلا وارد چیز شدن، وارد آواز شدن، گیج میشن و زمان هم زیاد نداریم که بخوایم حالا توی این ویدیوهای آموزشی اولیه بخوایم ترید کنیم، ولی سعی میکنم که هر چیزی رو که میگم همون موقع مثلا برنامه از همون اول چند سال پیش همین بوده، یعنی هر ستاپی رو من میگفتم همون موقع توی چنل چیکار میکردم، همون موقع توی چنل تریدش میکردم جلوی همه و چیز هم همینه، یعنی روی کردم از الان به بعدمون هم همینه، قرار است همین کار انجام بدیم، هر چیزی رو میگیم سعی میکنیم توی حدودی ترید کنیم حالا و نشونتون بدیم که مثلا این چیزایی که گفته میشه حالا تا یه حدود زیادی، تا یه حدودی کار میدن، تا یه حدودی میتونن کار بدن. قرار نیست از اینا استفاده کنیم، ولی اینا بعدها در مفاهیم و چیزای پیشرفته که گفته میشه براتون زمینه فکر رو بیس ایجاد میکنه، براتون زمینه فکر رو بیس ایجاد. ده و 52 دقیقه است. خب فکر نمی کنم الان دیگه چیزی لازم باشه، در جلسه بعدی در مورد چیزهای مهمتری بخوایم صحبت کنیم دیگه. اینا رو لازم بود بگیم، میتونستم تکست بذارم واسه شون، ولی روی چارت وقتی ببینید نحوه کار رو که چجوری کار میکنن و چجوری ازشون استفاده کنید بهتون کمک میکنه توی تریداتون، حالا مشخص کردن خودتون، توی تمرین کردن خودتون بهتون کمک میکنه. زیاد سرتون درد نمیخوام بیارم، میریم حالا و امیدوارم که هر جا دنیا کسی موفق و معید باشید و حال دلتون همیشه خوب باشه. خدا نگهدارتون.